ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. و هر کی از شما خداوند و پیامبر او را اطاعت کند و عمل نیک انجام دهد، مزد او را دو چند می دهیم و برای او روزی گرامی آماده کرده ایم. یا نساء النبی لستنک احد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ای زنان پیامبر، شما مانند یکی از زنان عادی نیستید اگر پرهیزگاری کنید، پس در گفتار خیش نرمش نشان ندهید تا مبادا کسی که در دلش مرض است طمع کند و سخن پسندیده بگویید. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. و در خانه های خیش بمانید و مانند عهد جاهلیت پیشینه زینت خیش را ظاهر نسازید و نماز را با کمال و تمام برپا دارید و زکات بدهید و خدا و پیامبر او را اطاعت کنید. بیگمان خداوند می خواهد تا از شما اهل بیت ناپاکی ها را بزداید و شما را پاک و پاکیزه سازد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آنچه با شما در خانه های شما از آیات خدا و حکمت خوانده می شود آن را به یاد گیرید، بیگمان خدا لطفکار و آگاه است. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واقعا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، مردان فرمان بردار و زنان فرمان بردار، مردان صادق و زنان صادق، مردان صابر و زنان صابر، مردان متواضع و زنان متواضع، مردان خیرات دهنده و زنان خیرات دهنده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، مردانی که ذکر خدا را بسیار می کنند و زنانی که ذکر خدا را بسیار می کنند، خداوند برای همه اینها آمرزش و مزد بزرگی را آماده کرده است. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
چون خدا و پیامبر کاری را فیصله کنند، برای هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمن جایز نیست که در امر خیش اختیاری داشته باشند. اگر کسی خداوند و رسول او را نافرمانی کند، او واقعا به گونه آشکاری گمراه شده است. و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشى الناس و الله احق ان تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. و بیاد آور چون به کسی که خدا بر وی احسان کرده است و تو نیز بر وی احسان نموده ای گفتی زن خود را در قید نکاح خیش برای خود نگه دار و از خداوند بترس، و تو چیزی را در دل خیش پنهان داشتی که خداوند آن را آشکار سازنده است و از مردم می ترسی در حالی که خداوند سزاوارتر است تا از او بترسی. پس چون زید از وی یعنی زینب کامیافت، او را به نکاح تو در آوردیم تا برای مؤمنان در ازدواج با زنان فرزند خوانده هایشان حرج نباشد هرگاه فرزند خوانده ها از آن زنان کام گرفته باشند، و حکم خداوند حتما به جا آورده شده نیست. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذین خلوا من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا. بر پیامبر در بجاوردن آنچه خداوند بر او فرض گردانیده حرج نیست، این سنت خداست در میان کسانی که پیش از این گذشتند و حکم خداوندی تقدیر است که مقرر شده است. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. در میان آنهایی که پیامهای خدا را می رساندند و تنها از او می ترسیدند و از هیچ کس جز خدا نمی ترسیدند، و خداوند در حساب گرفتن بسنده است. ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولیکن پیامبر خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به هر چیز داناست. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بكره واصيلا. ای مسلمانان، خدا را به یاد کردن بسیار یاد کنید و او را صبح و شام به پاکی بخوانید. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اوست که بر شما درود می فرستد و نیز فرشتگان او تا شما را از تاریکی ها به روشنایی برارد، و خدا به مؤمنان مهربان است. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. تحیت ایشان روزی که خدا را ملاقات می کنند سلام است و برای ایشان مزد گرامی آماده کرده است. یا ایها
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ای پیامبر، حقا که ما تو را به حیث گواهی و مژده‌دهنده و بیم دهنده فرستادیم و نیز به حیث دعوتگری به سوی خدا به اجازه او و به حیث چراغ درخشان. و بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا. و مؤمنان را به این مژده بده که برایشان از جانب خدا فضل بزرگی ارزانی شده است. ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی الله وكفى بالله وکیلا. کافران و منافقان را پیروی مکن، اذیتشان را به دل مگیر، بر خداوند توکل کن و خداوند به حیث کار ساز بسنده است. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. ای مسلمانان، وقتی که شما زنان مسلمان را به نکاح می گیرید و آنگاه ایشان را پیش از این که از آنها کام بگیرید طلاق می دهید، به شما بر ایشان عده نیست که آن را بشمارید، پس به ایشان مال و متاع بدهید و ایشان را به طریق پسندیده آزاد گذارید. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، ما به تو زنان تو را که به ایشان مهرشان را دادهی حلال گردانیدیم و نیز آنانی را که مالکشان شدهی از آنچه خدا برای تو به غنیمت داده است و نیز دختران کاکای تو را و دختران عمه‌های تو را و دختران ماماهای تو را و دختران خاله های تو را که از مکه با تو هجرت کردند و نیز زن مسلمانی را اگر خود را به پیامبر ببخشد و باز در صورتی که پیامبر بخواهد او را نکاح کند، همه اینها را به تو حلال گردانیدیم. این حکم خاص برای توست نه برای همه مسلمانان. بیگمان آنچه را برایشان در مورد زنانشان و اسیرانی که مالک ایشان هستند مقرر کردیم می دانیم تا برای تو مشکل نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء و من ابتغیت من من عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنا ان
تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. هر کی را از ایشان که بخواهی میتوانی از خود بازداری و هر کی را بخواهی میتوانی نزد خود جای دهی و کسی را که بخواهی از آنهایی که از خود دور ساختی نیز میتوانی با خود نزدیک گردانی و بر تو هیچ گناهی نیست. این کار بهتر میتواند موجبات خوشنودی ایشان را فراهم سازد و آنها را از اندوه بر کنار گرداند و با آنچه تو با همه ایشان میدهی خوشنود شوند. خداوند به چیزی که در دلهای شما است آگاه می باشد و خداوند دانا و صاحب حلم است. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. برای تو بعد از این گرفتن زنان دیگر حلال نیست و نه می توانی با آنان زنان دیگر را تبدیل نمایی اگرچه شفته حسنشان شوی، مگر زنانی که آنها را مالک می شوی. خداوند به هر چیز نگهبان است. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. أي مسلمانان با خانه های پیامبر داخل نشوید مگر هنگامی که به طعام برای شما اجازه داده شود. پیشتر نیایید، با انتظار پخته شدن آن در آنجا دیر نپایید، مگر چون دعوت شدید به خانه داخل شوید و باز چون طعام را خوردید پراگنده شوید، با صحبت در آنجا منشینید. واقعا این کار پیامبر را اذیت می کند، از شما شرم می نماید و خداوند از حق شرم نمی کند. و اگر از زنان پیامبر چیزی را می پرسیدید از پس پرده بپرسید. این رویه پاکتر است هم به دلهای شما و هم به دلهای ایشان. برای شما جایز نیست که پیامبر خدا را برنجانید و نه هم این که هرگز زنان او را پس از وی به نکاح گیرید. براستی که این کار در نزد خدا گناه بزرگ است. تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. اگر چیزی را آشکار سازید یا آن را پنهان دارید خدا بر هر چیز داناست. لا جناح عليهن في آبائهن ولا ولا ما ملكت أيمانهن واتقوا
يتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. بر این زنان یعنی ازواج مطهرات نه در پدرانشان، نه در بچه هایشان، نه در برادرانشان، نه در بچه های برادرانشان، نه در بچه های خواهرانشان، نه در زنانشان، نه در بردگانی که آنها را مالک شده اند، در هیچ یک از اینها گناهی نیست اگر با آنها بدون پرده و حجاب صحبت کنند. از خدا بترسید، خداوند بر هر چیز گواه است. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود می فرستند. ای مسلمانان، بر وی درود بفرستید و با اخلاص کامل به او سلام دهید. ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخرة و اعد لهم عذابا مهینا. بیگمان آنانی که خداوند و پیامبر او را می رنجانند، خدا ایشان را در دنیا و در آخرت لعنت کرده است و برای ایشان عذاب رسوا کننده را آماده ساخته است. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. و آنانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی سبب می رنجانند، بیگمان بهتان و گناه بزرگی را متحمل شدند. یا ایها النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، به زنان خود و به دختران خود و به زنان مسلمان بگو که قسمت از چادرهای خود را بر خویشتن بپوشند. این وسیله مناسب است به اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده و مهربان است. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. اگر منافقان و آنانی که در دلهایشان بیماری است و آشوبگران مدینه خودداری نورزند، یقینا تو را بر ایشان چیره می سازیم و سپس در آنجا جز دوره محدود همسایه تو نخواهند بود. ملعونین اینما تقفو اخذو و قتلو تقتیلا. اینها لعنت شدگانند، در هر جایی که یافت شوند گرفتار می شوند و به شدت کشته می شوند. سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این از سنت خدا از دیر باز در میان کسانی که پیشتر بودند و برای سنت خداوند هرگز تبدیلی نمی یابی. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. مردم از تو از قیامت میپرسند، بگو علم آن تنها در نزد خداوند است و تو چی میدانی؟ شاید قیامت نزدیک باشد. این الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا. بیگمان خدا کافران را لعنت کرده و برای ایشان آتش سوزانی را آماده کرده است.
خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. در آنجا همیشه و به گونه ابدی به سر میبرند، در آنجا نه دوستی میابند و نه هم مددگاری. یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. روزی که رویهایشان در آتش زیر رو می شود می گویند ای کاش که ما از خدا فرمان می بردیم و از رسول فرمان می بردیم. و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. و می گویند پروردگارا ما از سرداران و بزرگان خود فرمان بردیم ولی ایشان ما را گمراه ساختند. ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا. ای پروردگار ما برایشان دو چند این عذاب را بده و ایشان را به لعنت بزرگ روبرو گردان. یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجیها. ای مسلمانان مانند آنان ما باشید که موسی را رنجانیدند ولی خداوند او را از آن گفتار بی حقیقتشان براءت بخشید و او در نزد خداوند آبرومند است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ای مسلمانان از خدا بترسید و همواره سخن درست بگویید تا اعمال شما را به صلاح آرد و گناهان شما را بیامرزد و هر که از خداوند و پیامبر او فرمان برد بیگمان به بزرگترین پیروزی دست یافته است. این على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما امانت را به آسمان ها زمین و کوه ها عرضه کردیم اما آنها از قبول آن خودداری کردند و از آن ترسیدند و انسان آن را به عهده گرفت. او واقعا بسیار ظالم و بسیار نادان است. لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله على المؤمنین والمؤمنات و کان الله غفورا رحیما. تا خداوند مردان منافق و زنان منافق، مردان مشرک و زنان مشرک را عذاب کند و خداوند مردان و زنان مؤمن را مورد مرحمت خیش قرار دهد و خداوند آمرزگار و مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ستایش خدای راست که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه از آن اوست و در آخرت نیز ستایش از آن اوست و اوست صاحب حکمت و به همه چیز آگاه. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وهو الرحيم الغفور. آنچه در زمین در می آید، آنچه از آن بر می آید، آنچه از آسمان فرو می آید و آنچه در آن بالا می رود همه را می داند و او مهربان و آمرزنده است. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. کافران میگویند هرگز بر ما قیامت نمی آید. بگو آری و قسم به پروردگار من حقا قیامت بر شما آمده نیست. قسم به دانای غیب ذاتی که از او کوچکترین ذره پنهان نیست، نه در آسمان ها و نه هم در زمین، نه چیزی کمتر از آن، نه هم بزرگتر از آن، مگر اینکه همه اینها در کتاب روشن درج است. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئیک لهم مغفرت و رزق کریم. تا کسانی را که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند پاداش دهد، اینهایند که برایشان آمرزش و روزی گرامی است. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئیک لهم عذاب من رجز علیم. ولی آنانی که در برابر آیات ما به معارضه شتافتند برایشان عذاب است از عذاب دردناک. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. آنانی را که برایشان علم داده شده است میبینند که چیزی که به تو از جانب پروردگار تو نازل شده است همان است حق و به راه خداوند صاحب قدرت منی و ستوده هدایت میکند. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. و کافران به تمسخر گفتند آیا شما را به مردی رهنمون شویم که به شما خبر می دهد چون مردید و کاملا پارچه پارچه شدید، در این حال باز شما در آفرینش جدیدی قرار می گیرید. افترا علی الله کذبا ام به جنه بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید. آیا این شخص بر خدا دروغ را بربسته یا به او دیوانگی آرز شده است؟ بلکه کسانی که با آخرت ایمان ندارند در عذاب واقعی و دورترین گمراهی قرار دارند. افلم یروا الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض این نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم کسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا اینها به این چیزهایی که پیش روی و پشت سرشان از آسمان و زمین قرار دارد نظر نکردند؟ اگر بخواهیم ایشان را به زمین فرو میبریم یا پارچه از آسمان را بر ایشان میافکنیم، بیگمان در این نشانه است برای هر بنده به خدا بازگردنده. ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه و الطیر و النا له الحدید. بیگمان به داوود از جانب خود فضیلت دادیم و گفتیم ای کوها در انعکاس دادن آواز او با او هم نوایی کنید و نیز پرندگان را برای او هم نوا ساختیم و آهن را برای او نرم ساختیم.
أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. به او گفتیم زریهای گشاده و فراخی بساز و در بافتن حلقه های زنجیری آن اندازه را رعایت کن و به اعمال شایسته دست یازید. بیگمان من به آنچه می کنید بینا هستم. ولی سلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر و اسلنا له عین القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. و برای سلیمان باد را رام گردانیدیم. رفتار صبحانه آن یک ماه راه بود و رفتار شبانه آن یک ماه راه بود و برایش چشمه از مس گداخته شده را جاری ساختیم و از جن کسانی بودند که با اجازه پروردگار او با پیشروی او کار می کردند و اگر یکی از ایشان از امر ما سر باز می زد با او از آتش سوزان می چشاندیم. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. برای او آنچه میخواست از رواقها، تمثالها، کاسه های بزرگی همچون حوزها میساختند و دیگهایی که بر دیگدانها قرار داده شده بود. ای خانواده داود، سپاسگزاری کنید و تعداد کمی از بندگان من سپاسگزارند. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پس چون بر سلیمان دستور مرگ را صادر کردیم هیچ چیز ایشان را بر مرگ او آگاه نساخت جز جنبنده زمین کویه‌ای که عصای او را می‌خورد. سپس چون به زمین افتاد جنها دریافتند که اگر غیب را می‌دانستند در این عذاب اهانت آمیز یعنی این کار پر زحمت باقی نمی‌ماندند. لقد كان لسبأ في مسكنهم آیه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. بیگمان برای قوم سبا در سرزمینشان نشانه داده شده بود و آن دو باغستان بود که از راست و چپشان جلب نظر می کرد. به ایشان گفته شد روزی را از جانب پروردگار خیش بخورید و به او سپاسگزار باشید. شهر پاکیزه و پروردگار آمرزنده. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واسل وشيء من سدر قليل. چون ایشان از حق رو برگشتاندند بر ایشان سیل بند عرم را فرو ریختیم و به جای دو باغستانشان باغستانهای از میوه های تلخ و شوره گز و چیزی از درخت سدر قرار دادیم. ذلک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور. این جزایی بود که به ایشان به سبب ناسپاسی ایشان دادیم و جزا نمی دهیم مگر مردم ناسپاس را. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير
سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وميان ايشان وشهرهایی که بر آنها برکت نهادیم آبادانی های چشمگیر به سر راه قرار دادیم و در مسیر این راه منزلهای را به مسافت معین مشخص ساختیم و به ایشان گفتیم در آن شب و روز مسئون مسافرت کنید. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. گفتند پروردگارا بین منزلهای سفر ما فاصله را زیاد گردان و ایشان به خود ستم کردند. سرانجام ایشان را افسانه ساختیم و ایشان را بی حد و حساب پارچه پارچه گردانیدیم. بیگمان در این رویداد برای هر کسی که بسیار شکیبا و نهایت سپاسگزار می باشد نشانه هایی است. ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. و بیگمان ابلیس پندار خود را در مورد آنها به اثبات رساند که او را پیروی کردند جز گروهی از مؤمنان. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. که او بر ایشان سلطه ندارد جز برای این که روشن سازیم چی کسی به آخرت ایمان می آورد و چی کسی از آن به شک اندر است و پروردگار تو به هر چیز نگهبان می باشد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بگو آنانی را که جز خدا معبود خیش میپندارید بخوانید، نه در آسمان ها و نه در زمین به مقدار ذره هم قدرتی دارند و نه در اینها ایشان اشتراکی دارند و نه هم هیچ یک از ایشان برای خدا مددگاری است. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هیچ شفاعتی در حضور او سودی ندارد مگر برای کسی که خودش او را اجازه می دهد. چون دهشت از دلهایشان رفع شود در آن وقت با هم می گویند پروردگار شما چه حکم کرد؟ می گویند سخن حق را گفت و او بلند مرتبه و بزرگ است. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بگو کی شما را از آسمان ها و زمین رزق می دهد؟ بگو خدا. و بگو من آیا ما یا شما براه راستیم یا به گمراهی آشکار؟ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. بگو شما از گناهی که ما مرتکب شدیم سؤال نمی شوید و ما نیز از اعمالی که شما انجام می دهید مورد سؤال قرار نمی گیریم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. بگو پروردگار ما را با هم جمع می کند و سپس در میان ما و شما به حق فیصله می کند و اوست همان گشایشگر و دانا.
قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. بگو برای من آنانی را که با خداوند شریک بربسته اید نشان دهید، نه چنان است که شما پنداشته اید، بلکه اوست خدای صاحب قدرت منعی و با حکمت. و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ما تو را نفرستاده ایم مگر مژده دهنده و بیم دهنده برای همه مردم، اما اکثر مردم نمی دانند. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. می گویند اگر راست می گویید این وعده قیامت چی وقت آمدنی است؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. بگو برای شما وعده روزی آمدنی است که از آن نه ساعت تأخیر کرده می توانید و نه هم از آن پیشی کرده می توانید. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. کافران می گویند ما هرگز نه به این قرآن و نه هم به کتابی که پیش از آن بود هیچ یک ایمان می آورید، و اگر وقتی را ببینی که ستمگاران به حضور پروردگار خیش استاده شده اند، سخن ملامتی را به یک دیگر حواله می کنند، بینوایان به سرکشان می گویند اگر شما نمی بودید ما یقینا مسلمان می بودیم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. سرکشان با بینوایان میگویند آیا ما شما را از راه باز داشتیم بعد از آن که حق به شما آمد؟ نه خیر، بلکه شما خود مجرم بودید. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بینوایان به سرکشان میگویند بلکه این دسیسه شباروزی شما بود که پیوسته به ما دستور میدادید تا از خداوند یکتا انکار کنیم و به او همتایانی قرار دهیم. چون مجازات را دیدند پشیمانی خود را پنهان نگه میدارند، زنجیرها را به گردن کافران قرار میدهیم. آیا جز آنچه عمل میکردند به ایشان جزا داده میشود؟ و ما في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ما برای هیچ شهری بیم دهنده نفرستادیم مگر آن که نعمت پروردگانشان گفتند ما به پیامی که شما به آن فرستاده شده اید ایمان نمی آوریم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وگفتن ما از مال و اولاد بیشتری برخورداریم و ما هرگز عذاب نمی شویم. قل إن ربي
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بگو بیگمان پروردگار من دروازه روزی را به هر که بخواهد می گشاید یا تنگ می سازد، اما بیشتر مردم نمی دانند. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نه دارایی شما و نه اولاد شما هیچ کدام چیزی نیست که شما را به ما به گونه مقرب گرداند، مگر کسی که ایمان آورد و عمل نیکو انجام داد. چنین مردمی به نسبت اعمالی که انجام دادند بر ایشان مزد دوچند داده می شود و ایشان در منازل بلند مرتبه ایمن می باشند. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. و آنانی که سعی می کنند تا با معجزه های ما مقابله کنند به عذاب ما حاضر کرده می شوند. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. بگو بگمان پروردگارم روزی را به هر کی از بندگان خود که بخواهد گشایش می دهد یا به او تنگ می سازد، و چیزی را که در راه او خرج کنید او عوض آن را می دهد و او بهترین روزی دهندگان است. و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وروزی که خدا ایشان را یک جا جمع کند سپس به فرشتگان بگوید آیا اینها شما را پرستش می کردند؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. فرشتگان میگویند پاکی تو راست، تو کارساز ما هستی نه ایشان، بلکه ایشان جنها را پرستش میکردند و بیشترشان به آنها ایمان داشتند. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. پس امروز بعض شما به بعض دیگر نه سودی رسانده می توانید و نه هم زیانی. به ستمگاران می گوییم عذاب دوزخ را که دروغ می پنداشتید بچشید. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا الا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. چون آیات روشن ما به ایشان خوانده می شود می گویند این نیست مگر مردی که می خواهد شما را از چیزی که پدران شما پرستش می کردند باز دارد، و می گویند این نیست مگر دروغی بربسته شده. و چون به کافران آیات برحق می آید
میگویند نیست این مگر جادوی آشکاری. و ما آتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. و ما به ایشان قبلا کتاب های ندادیم که بخوانند و نه هم برایشان پیش از تو بیمدهنده فرستاده بودیم. و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. پیشینیانشان نیز حق را تکذیب کردند، در حالی که اینها به ده یکی چیزی که به آنها داده بودیم هم نرسیده اند. آنها پیامبران مرا تکذیب کردند، پس مجازاتشان چگونه بود؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بگو شما را به یک چیز پند می دهم، به این که برای خدا دو نفری و یک نفر بپاخیزید و باز بسنجید که بیار شما یعنی محمد جنون عارض نشده، نیست وی جز بیمدهنده برای شما در پیشا پیش عذاب شدید. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم این اجری الا علی الله و هو علی کل شیء شهید. بگو چیزی را که از شما به حیث مزد خواستم آن نیز برای خود شماست، مزد من نیست جز به خدا و او بر هر چیز گواه است. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. بگو بیگمان پروردگار من حق را فرو می فرستد و او به نهان خانه های غیب کاملا آگاست. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. بگو حق آمده است و باطل هرگز چیزی را آفریده نمی تواند و نه هم چیزی را اعاده کرده می تواند. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. بگو اگر من گمراه می شوم خودم شخصا مقصر گمراهی خود می باشم و اگر رهیاب شوم به سبب آن است که پروردگارم به من وحی می فرستد، بیگمان او شنوا و نزدیک است. ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب. و اگر بینی چون می ترسند ولی در آن وقت برایشان خلاصی نیست و از جای نزدیکی گرفتار می شوند. و قالوا آمنا به و انا لهم التناوش من مکان بعید. و گفتند به آن یعنی قرآن ایمان آوردیم و از کجا برایشان این امر از آن هم دوری از جهان دیگر میسر می شود؟ و قد کفروا به من قبل و یقذفون بالغیب من مکان بعید. در حالی که پیش از این در دنیا از آن انکار داشتند و از این راه دور نادیده تیر به تاریکی می اندازند.
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. و بین ایشان و امیدهایی که به آن دل بسته بودند پرده انداخته شد، همچنان که از پیش با همانندهایشان چنین معامله شد. واقعا ایشان در شک تهمت اندوز به سر می برند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ستایش خدای آفریننده آسمان ها و زمین راست، آن که فرشتگان را پیام آورانی گردانیده که دارای دو بال، سه بال و چهار بالند. در جهان آفرینش هرچی را بخواهد می افزاید. بیگمان خداوند بر هر چیز تواناست. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هر دری را که از مرحمت بروی مردم بگشاید آن را بازدارنده ای نیست و آنچه را او میگیرد بعد از او بازدهنده ای نیست و او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ای مردم، نعمت خداوند را بر خود یاد کنید. آیا جز خداوند آفریدگاری هست تا به شما از آسمان ها و زمین روزی بدهد؟ جز او خدایی نیست، پس چگونه از حق بازگردانده می شوید؟ و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک و الى الله ترجع الامور. و اگر تو را تکذیب می کنند بگمان پیامبران پیش از تو هم تکذیب شده بودند و همه امور به خداوند بازگردانده می شود. یا ایها الناس این وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم، بیگمان وعده خدا حق است، پس زندگی دنیا شما را فریب ندهد و این فریب دهنده شما را در مورد خدا فریب ندهد. ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بگمان شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بگیرید. واقعا او گروه خود را دعوت می کند تا اهل دوزخ شوند. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.
برای کافران عذاب شدید است و آنانی که ایمان آوردند و عمل نیکو انجام دادند برای ایشان آمرزش و مزد بزرگ است. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا کسی که برایش عمل زشت او زیبا جلوه داده شد به گونه ای که آن را نیکو تلقی کرد با کسی که رهیاب است مساوی بوده می تواند؟ بیگمان خدا هر کس را که بخواهد گمراه می کند و هر کی را بخواهد رهیاب می گرداند. از این رو تو خود را به سودای ایشان هلاک مکن و حسرتی را به خود راه مده. بیگمان خدا به آنچه می کنند داناست. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. خداوند ذاتی است که بادها را فرستاد پس ابر را برمی انگیزد و ما آن را به سوی زمین مرده راندیم و با آن زمین را بعد از مردن آن زنده ساختیم و چنین است رستاخیز. من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هر کی در جستجوی عزت است پس باید بداند که عزت همه آن از آن خداست. کلمات پاک به سوی او بالا می رود و عمل صالح آن را بالا می برد. آنانی که دسیسه های ناشایسته را به کار می برند ایشان را عذاب شدید فرا می گیرد و مکرشان از میان می رود. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. خدا شما را از خاک آفرید سپس از قطره آبی پیدا کرد باز شما را همسران یکدیگر ساخت. هیچ زنی باردار نمی شود و نه هم بار خود را می گذارد مگر به علم خداوند و هیچ صاحب عمری به عمر دراز نمی رسد و از عمر او کم نمی شود مگر آنکه در کتاب ثبت می باشد و این کار واقعا بر خداوند آسان است. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و نه هم این دو بحر که هر دو از نشانه های قدرت خداوند به شمار می روند با هم مساوی هند. این یکی آبی شیرین گوارا و نوشین دارد و این دیگری شور و تلخ است و از هر دوی اینها گوشت تازه می خورید و زیوری به دست می آرید که آن را می پوشید
و کشتی ها را در آن میبینی که آب را میشگافند تا از فضل وی بهرمند گردی و تا باشد که سپاسگزار شوی. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. شب را به روز در می آورد و روز را به شب در می آورد و آفتاب و ماه را رام گردانید، هر یک تا زمان معین به مسیر خیش می روند. این چنین است فرمان روایی خداوند پروردگار شما، پادشاهی از آن اوست و آنانی که جز او دیگری را نیایش می کنند مالک هیچ چیزی نیستند. این تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر به ایشان نیایش کنید دعای شما را نمی شنوند و باز اگر بشنوند به شما جوابی نمی گویند و در روز قیامت از شرک شما انکار می ورزند و هیچ کسی به مانند ذات آگاه به تو از حقیقت امور خبر نمی دهد. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ای مردم، شما به خدا محتاجید و خداوند هم اوست بی‌نیاز و ستوده. این یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید. اگر بخواهد شما را از بین میبرد و به جای شما آفریده نوی به میان می آورد. وما ذلك على الله بعزيز. وإن كار بر خداوند دشوار نیست. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. هیچ کسی بار کسی دیگری را به دوش نمی گیرد و اگر سنگین بار بخواهد بار او را بردارد از بار او چیزی برداشتن نمی شود، هرچند از وابستگان باشد. واقعا کسانی را به گونه مؤثری بیم داده می توانی که از پروردگارشان غایبانه می ترسند و نماز را به تمام و کمال ادا می کنند. کسی که خود را پاک ساخت به نفع خود خیش را پاکیزه ساخته است و بازگشت همه به سوی خداست. و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. بینا و نابینا مساوی نیستند و نه هم تاریکی و روشنایی و نه هم سایه سرد و آفتاب سوزان با هم برابرند. و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. زندگان و مردگان نیز برابر نیستند، بیگمان خداوند هر کی را بخواهد می شنواند ولی تو کسانی را که در قبر هستند شنوانده نمی توانی. این
أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير تو صرف بیمدهنده می باشی به حق ما تو را بیگمان مجد دهنده و بیمدهنده فرستادیم و هیچ امتی نیست مگر این که در میان آن بیمدهنده گذشته است و این یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير و اگر تو را تکذیب کنند شگفتی نیست زیرا پیشینیانشان نیز پیامبرانی را که با معجزه ها صحیفه ها و کتاب های روشنایی بخش آمده بودند تکذیب کردند ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر سپس آنانی را که کافر شدند گرفتار ساختم پس عذاب من چگونه بود؟ الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابي بسود آیا ندیدی که خداوند آب را از آسمان نازل گردانید؟ پس به وسیله آن حاصلات را با رنگ‌های مختلف برآوردیم و در کوه‌ها رده‌هایی است که رنگ برخی آن سفید و برخی سرخ است و برخی هم سیاه مشکین هستند و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور از مردم جانوران و چارپایان نیز رنگ های آنها مختلفند بیگمان از خداوند همانا بندگان دانشمند او می ترسند حقا که خداوند صاحب قدرت منیع و آمرزگار است این الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا من ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور بیگمان کسانی که کتاب خدا را می خوانند و نماز را به تمام و کمال ادا می کنند و از آنچه ما به ایشان روزی دادیم پنهان و آشکارا خرچ می کنند امیدوار تجارتی هستند که هرگز کساد نمی شود یعنی از رواج نمی افتد لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ تا به ایشان مزدشان را کامل بدهد و از فضل خیش بر ایشان بیفزاید بیگمان او آمرزنده و پاداش دهنده است وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ آنچه را به تو از کتاب وحی کردیم هم آن است حق و تصدیق کننده کتاب های پیشین است حقا که خداوند به حال بندگان خود کاملا آگاه و بیناست ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سپس کسانی را که از میان بندگان خیش برگزیدیم وارث کتاب ساختیم، از این میان بعضشان بر خیشتن ستمگارند، بعضشان میان روند و بعضشان به اجازه خدا به امور نیک پیش دستی می کنند و این است فضل بزرگ. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. در بهشت های جودانی که به آن داخل می شوند دستبند های از طلای مروارید نشان به ایشان پوشانده می شود و لباسشان در آنجا ابریشمین است. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. میگویند ستایش خدای راست آن که از ما غم را زدود، حقا که پروردگار ما آمر زنده و پاداش دهنده است، آن که ما را به فضل خیش به این اقامتگاه دائمی جایگزین ساخت که در آن نه به ما رنج می رسد و نه همزلگی احساس می کنیم. والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضا علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها کذلک نجزی کل کفور. اما کافران برای ایشان آتش دوزخ است، مرگ به سراغشان نمی آید که بمیرند و نه هم عذابشان تخفیف می شود، هر ناسپاس را این گونه جزا می دهیم. و هم یصرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. در آنجا ایشان فریاد می کنند که پروردگارا ما را بیرون آورد تا عمل نیکوی را غیر از آنچه می کردیم انجام دهیم. به ایشان گفته می شود آیا به شما در دوره زندگی دنیا به حد مهلت ندادیم که هر انسان پند نیوش در آن پند می گرفت و در این حال برای شما بیم دهنده نیز آمد؟ چون فرصت را از دست دادید پس اکنون این عذاب شدید را بچشید که حالا برای ستمگاران مددگاری نیست. این الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور. بیگمان خداوند به همه چیزهای نهانی آسمانها و زمین آگاست و نیز بیگمان به آنچه در اندرون سینه هاست آگاه می باشد. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیه کفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. اوست که شما را در زمین خلیفه ساخت، پس هر کی کافر شود زیان کفرش به خودش عاید می شود و کفر کافران در نزد پروردگارشان جز خشم چیزی را افزون نمی سازد و کفر با کافران جز زیان هیچ چیزی دیگری را نمی افزاید. قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک
السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا بگو آیا آنهایی را که به خدا شریک می آوردید و به ایشان جز خدا نیایش می کردید دیدید به من نشان دهید که چی چیز از چیزهای روی زمین را آفریدند یا چی شرکتی در آسمانها دارند یا به ایشان کتابی دادیم و آنها از این کتاب بر این دعوی خود دلیل دارند بلکه واقعیت این است که ستمگاران یک دیگر را جز به فریب و وعده نمی دهند ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا بیگمان خدا آسمانها و زمین را نگه می‌دارد از اینکه از جای خود زائل شوند و اگر زائل شوند بعد از آن هیچ کس آنها را نگه نمی دارد حقا که او صاحب حلم و آمرزگار است و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من احدى الامم فلما جاءهم نذیر با سخت‌ترین سوگندهای خود به خدا سوگند یاد می کنند که اگر برای ایشان بیم دهنده آمد واقعا از هر یک از اقوام دیگر رهیاب‌تر خواهند شد اما چون بیم دهنده و ایشان آمد جز به نفرتشان نیفزود استکبارا فی الارض و مکر السیء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا برای سرکشی بر زمین و دسیسه زشت ولی دسیسه زشت جز به اهل آن دسیسه آسیبی نمی رساند آیا ایشان جز همان سنت پیشینیان را که مطابق به آن به عذابهای دردناک مبتلا شدند انتظار می کشند پس برای سنت خدا تبدیلی نمی یابی و برای سنت خدا تغییری نمی یابی اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا آیا در زمین سفر نکردند تا می‌دیدند آنانی که پیش از ایشان بودند به چی سرنوشت گرفتار شدند با آنکه آنها نسبت به اینان نیرو و توانایی بیشتری داشتند آری هیچ چیزی در آسمان‌ها و زمین مانع اراده خداوند شدن نمی‌تواند بیگمان خداوند دانا و تواناست ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن اگر خداوند مردم را به آنچه می کردن مؤاخذه می کرد بر پشت زمین جانوری را هم نمی گذاشت مگر مرگ ایشان را به مدت مشخص به تعویق می اندازد و چون معیادشان فرا رسد پس بیگمان خداوند بر بندگان خود بیناست بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ياسين قسم بقرآن صاحب حكمت تو واقعا از پیامبرانی براه راست تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون این کتاب فرو فرستاده صاحب قدرت منی و مهربان است تا قومی را بیم دهی که پدران ایشان بیم دادن نشده اند پس ایشان غافل مانده اند لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون بیگمان حکم عذاب بر بیشتر ایشان ثابت شده است که ایشان ایمان نمی آرند اینا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون ما به گردنشان طوق انداختیم که تا زنخشان رسید و از این رو سرشان شخ مانده که به دور و بر خود دیده نمی توانند و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون در پیش رویشان سدی و از پشت سرشان سدی قرار دادیم و روی ایشان را پوشاندیم که هیچ چیزی را نمی بینند و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون به ایشان هر دو حالت یکسان است چی آنها را بترسانی و چی نترسانی ایشان ایمان نمی آرند إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم واکن تو کسی را به گونه مؤثر بیمی دهی که پند را به کار بندد و از خداوند رحمان غایبانه بترسد پس چنین کسی را به آمرزش و مزد گرامی مژدگانی بده اینا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیئن احصیناه فی امام مبین بگمان این ما هستیم که مرده را زنده می گردانیم و اعمالی را که از خود پیشتر فرستاده اند و نیز آثاری را که به عقب خود گذاشته اند همه آن را در کتاب روشن احصایه گرفتیم و اضرب لهم مثلا اصحاب القریت اذ جاءها المرسلون برایشان اهل قریه را مثال بزن چون در آن پیامبران آمدند اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون آنگاه که در اول و ایشان دو تن را فرستادیم ولی اهل قریه آنها را تکذیب کردند آنها را به وسیله سیومین پیامبر تقویت بخشیدیم ایشان گفتند ما به سوی شما به حیث پیامبر فرستاده شده ایم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون مردم گفتند شما نیستید مگر بشری مثل ما و خداوند رحمان چیزی به وسیله شما نازل نکرده است شما محض دروغ میگویید قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون این پیامبران گفتند پروردگار ما میداند بیگمان ما به سوی شما به حیث پیام آور فرستاده شده ایم و ما علینا الا
البلاغ المبين. ما جز رساندن این پیام روشن وظیفه نداریم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. اهل آن قریه گفتند ما قدم شما را به فال بد گرفتیم و اگر خودداری نکنید یقینا شما را سنگسار میکنیم و البته از جانب ما عذاب دردناکی به شما عاید می شود. قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. پیامبران گفتند فال بد شما با خود شماست، آیا اگر پند داده می شوید این را فال بد می پندارید؟ نه خیر، بلکه شما قومی تجاوزکار هستید. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. و از منتهای آن شهر مردی با سرعت آمده گفت ای قوم من این پیامبران را پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. کسی را پیروی کنید که از شما مزدی برای خود نمی خواهد و ایشان خود رهیابند. Na na na.